هر جای دنیا که این رشد سنگین پای پولی، رشد جهشی نقدینگی رو متوقف کردن، تورم متوقف شده. ما یک اصول فکری رو بهش اعتقاد داریم، هم جامعه، هم مدیران اجرایی، هم بخش بزرگی از اقتصاددانان ما یک نوع تحلیلی از وضعیت تورم دارند که نتیجه این تحلیل به اینجا رسیده که بدون وقفه 52 سال ما تورم داشتیم. پس بنابراین این نشون میده که ما اون علل تورم رو شاید به خوبی در نیافتیم. شاید درمانی که ما ارائه میدیم برای کنترل تورم درمان کافی و وافی نیست. من برای اینکه این رو تبیین کنم، در واقع تقسیم بندی خودم به ذهنم رسید که الان خدمت شما عرض کنم. ببینید، تورم یک پدیده چند عاملی است، چند وجهی است، یعنی چند تا متغیر با هم دیگه باعث میشن تورم اتفاق بیفته. برخی از این متغیرها متغیرهای نزدیک هستن، من تحت عنوان علل نزدیک اینها رو میشناسم. همه مردم میدونن وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، انتظارات تورمی در جامعه بالا میره. همه مردم جامعه بر اساس نرخ ارز میان قیمتها رو تغییر میدن، قیمتها رو تنظیم میکنن. این برای ممکنه یه سوال مهم باشه که خب چی میشه که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه یا جهش پیدا میکنه؟ ببینید، دلیل نزدیک که به ذهن هر کسی میرسه، عموم جامعه بهش اعتقاد دارن، اینه که مثلا یک رابطه علی از نرخ ارز به سوی تورم هست. حالا اگر شما بنا بود ماهیگیری سیاسی هم بکنید، حتما رو همین موج سوار میشید. منتها ما یک دلیل اصلی هم در کنارش داریم. دقت میفرمایید، اون دلیل اصلی اگر حذف بشه هیچ وقت تورم اتفاق نمیفته و اون نقدینگی است. یعنی اگر شما رشد سنگین نقدینگی نداشته باشید، هر جای دنیا که این رشد سنگین پای پولی، رشد جهشی نقدینگی رو متوقف کردن، تورم متوقف شده، ابر تورم متوقف شده، حتی بالاتر از تورم. اتفاقا عجیب اینجاست که وقتی که نرخ تورم بالاتر میره، خیلی سریعتر میشه که این در واقع ذهنیت تورمی و ابر تورمی جامعه رو شکست و متوقف کرد.